رادیو همراه، بفرمایید. سلام جناب دکتر. سلام، بفرمایید. وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور. جناب دکتر، من در رابطه با دو سه تا مورد هست که میخواستم با شما مشورت بکنم، نمیدونم، امیدوارم وقت به اندازه کافی داشته باشم. مورد اولی که البته دو سه تا مورد با هم مرتبط هستن. خب اول بگم دیگه شما چند سالتون؟ نصب کنیم بذارید. شما چند سالتون عزیز؟ بنده 38 سالمه. اوکی. چه مدتی از کانادا هستید؟ من از سال 2019 4-5 ماه قبل از پاندمی اومدم کانادا. خب بنابراین حدود 4-5 سالی که کانادا هستید، درسته؟ خب نه، چون که پیش از کریسمس 2020 رفتم ایران که یکی دو ماه ایران باشم، بعد پاندمی شد، بعد 8 ماه ایران گیر افتادم، بعدش برگشتم اومدم و این 8 ماه رو بعد از اون مدت کم کردم. اوکی. حالا اونقدر مهم نیست، به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟ آقای دکتر، یه خوری شاید متفاوت باشم با بقیه دوستانی که باشون صحبت کردید. بند مهندسی عمران سازه و زلزله خوندم، دو تا فوق لیسانس دارم، تقریبا هم دو تا دکترا دارم، ولی به دلایلی هیچ کدوم از دو تا دکترا رو هنوز تموم نکردم. نصب کنید. آخه از کجا دارید اینا رو؟ خب من دکترا اول هم شیراز میخوندم، بعد مهاجرتم انجام شد و به دلایلی اون دکترای خوری طول کشیده بود و بعد که اومدم اینجا بلافاصله بعد از اومدن از دانشگاه، یکی از بهترین دانشگاه این کشور، پذیرش گرفتم و اینجا شروع کردم درسم. اینجا هم باز یه سری اتفاقات دیگه افتاد که یه خوره طول کشید درسم، ولی خب هنوز این یک خیلی غیر طبیعی نشده. خب آخه من معمولا ما درسمون رو میخونیم، اون رو به عنوان اولویت اول میگیریم، به خاطر چیزای دیگه از جمله حتی یه سفری که شاید ضرورتی هم نداشته به ایران که شما رو گیر انداخته، به هر حال اون رو رها نمی کنیم که به اینجا برسیم. من هم تکلیف روشن بشه، شما چرا آنچه که در ایران می گرفتید رو رها کردید؟ خدمتون که عرض شود قصدم رها کردن اون نبود واقعیتش، و به همین دلیل هم هست که هنوز با اینکه خیلی طول کشیده کنارش نگذاشتم و در حال به پایان رسوندن اون پروژه هستم. ولی روشی که من مهاجرت کردم روش اکسپرس انتری بود، یه مقدار سریع کارم انجام شد، یعنی از روزی که شروع کردم تا روزی که اینجا اقامت دائم گرفتم کلا 5 ماه شد که برام خیلی سریع کار شهروندیم انجام شد. این شد که ناچار بودم حتما سریعتر بیام اینجا. اینجا که اومدم، خب به واسطه اینکه من 4-5 ماه اول خیلی دنبال کار گشتم، چون تو ایرانم سابقه کار مهندسی خوبی داشتم، ولی کار نتونستم پیدا بکنم. یعنی کاری که اینجا بود کاری جنرال، حالا اگه مثلا یکی دو تا مثال بزنم، خیلی از دوستان احتمالا منو میشناسن، مثلا در حد اسپری فروشی تو پمپ بنزین ها اینا بود. در همین دیدم واقعا نمیشه اینجا کار کرد تو رشته مهندسی مگر اینکه تحصیلات توی همین آمریکای شمالی داشته باشی. آخه شما مگر این اطلاعاتو نداشتید؟ مگر شما نمیدونستید وقتی میخواستید بیاید خارج باید یه مقدار اطلاعاتی بگیرید که چه چیزی از شما قبول میشه، در چه حدی میتونید کار کنید، چه درآمدی میتونید داشته باشید؟ بعد حالا چرا؟ ببینید، باز همون عرضی که خدمتتون کردم، اولویت شما درس و دانشگاهتونه. اصلا حالا چه اهمیت داره ویزا گرفتید نگرفتید، اقامت گرفتید نگرفتید؟ اون که اصلا موضوعی نمیتونه باشه در حد تمام کردن درس. بعدم شما اولین باری که آمدید کانادا را چه سنی آمدید؟ بنده سال 2019 که میشه فرضاً چند، 34 سال تقریبا. چرا در سن 34 سالگی درساتون در ایران تموم نشده بود؟ خب من تو ایرانی خورده درسم طول کشید. دلیلش هم این بود که اول من در لیسانسم که گرفتم، خب ما در شخصی بودیم، من تقریبا 2 سال 1.5 سال طول کشید تا تونستم برم سربازی. خدمت سربازیم که تموم شد، یک مشغول کار شدم. بعد در واقع پیش از سربازی من کار میکردم تا رفتم سربازی. بعد از سربازی مشغول کار شدم، بعد فوق لیسانسمو گرفتم، بعد به دلایلی فوق لیسانس دوم رو، اونم دلایلش میتونم توضیح بدم، گرفتم و پیش از تموم شدن فوق لیسانس دوم دکترام شروع کردم. این روال کار و زندگی توی ایران یه خورده طول کشید برای من که تا اون موقع درسم طول کشید. خب تموم بازم نکردید؟
یعنی شما تا سن 33-34 سالگی درستون رو تموم نکرد. بله. بعد هم حالا سربازیتون رو میتونم بفهمم، اونم معمولا وقتی دانشگاه برید که سربازی شما رو نمیبرن. اگه درساتون ادامه میدادید سربازی هم موضوعش منتفی بود که بی خودی وسط سربازی رو برید. حالا اونا گذشته، بعد آمدید اینجا. خب از نظر به هر حال موضوع سربازی منتفی نمیشد، اونو به هر حال داشتیم، یعنی چیزی نیست که حداقل برای من چیزی نبود که بشه دورش زد. نه، آدم ها اونجا درس میخونن، بعدم اینجا پذیرش میگیرن، برای ادامه تحصیل میتونن بیان. حالا اون اینا به بحث رسید که بریم سراغ از نظر ازدواج و اینا چه کردید. خب حالا اونم باز سوال خوبیه. من یکی از دلایلی که درس دکترام تو ایران طول کشید این بود که خب من ایران نامزدی کرده بودم، بعد حالا جزئیاتش خیلی زیاده، اون نامزد من دارن خیانت کرد. من یه مدت به هر حال توانایی این که بتونم خیلی رو درسم تمرکز بکنم نداشتم، شاید یک سال خورده درسم عقب افتاد و الان به خاطر خیانت نامزد یه سال نیم درس رو دارن گفت رفت گرفت به درک گرفت. بله همین الان همین فکر دارم. اون حقیقت چی بخواید 3-4 ماه بیشتر اون حالت افسردگی من طول نکشید، ولی بعد تا تونستم خودم رو جمع بکنم درس رو برگردونم به اونجایی که. خب به من بگید شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند سوم. از چند تا؟ از 4 تا. 2 تا خواهر بزرگتر دارم، یکی 3 سال از من بزرگتر، یکی 1 سال، و برادر کوچیکترم 7 سال از من کوچیکتر. خب حالا الان که آمدید کانادا، تفاوت رشته دکترای ایرانتون از نظر عنوانش با اینجا چیه؟ اونجا چی بود؟ اینجا چیه؟ خب از لحاظ عنوان تقریبا یکیه، ولی از لحاظ ریسرچ 2 تا زمینه کاملا متفاوت هست. عنوانش جفتش مهندسی عمران سازه یا زلزله، یعنی میگیم Structural and Earthquake Engineering. اوکی بسیار خوب، حالا بریم سراغ پرسش یا مسئله یا مشکلی که دارید. ای تو این زمینه است، تو این زمینه اگر چیز دیگه است بریم سراغ بحث بعدی. خیلی چیز دیگه است. حالا چون که راجع به تحصیلات من معبد داشتید و پرسیدید، من از لحاظ آکادمیک این که میخوام عرض بکنم به این دلیل است که شاید ارتباطی به سوالم داشته باشه. این از لحاظ آکادمیک تحصیلاتم این بوده، ولی مطالعه‌ام توی زمینهای دیگه هم خیلی زیاد بوده. فرضاً من از 18 سالگی زبان انگلیسی رو در سطوح بالا درس می‌دادم. و توی زمینه روانشناسی یا مثلا علوم پزشکی اینا خیلی مطالعه کردم. به این دلیل که هر جا سوال برای خودم پیش می اومده میرفتم، نه اینکه یه کتاب کامل رو بخونم، بلکه موضوع خاص رو مقالات مرتبط رو پیدا میکردم مطالعه میکردم. خب 3-4 تا زبون خیلی خوب صحبت میکنم، مسائل متفرقه خیلی علاقه دارم با شما. چه زبانهایی رو میدونید؟ غیر از فارسی خب، انگلیسی، آلمانی و فرانسه رو کنار فارسی میدونم، اسپانیایی هم یه مدت شروع کرده بودم که بعد گذاشتم کنار بعد از ماجرا. شما ممکنه من بگید این زبانها رو برای چی وقتتون تلف میکردید میخوندید؟ ها دکتر وقتم تلف نمیکردم. مثال بزنم خدمتتون، من سعی میکردم وقت آزادم رو که براش برنامه تفریح نداشتم پر بکنم. به عنوان مثال وقتی پشت فرمون بودم برنامه آموزشی زبانهای مختلف رو گوش میدادم، یا به هر حال توی زمینه زبانشناسی لینگویستیکس من خیلی مطالعه کردم، میتونم ادعا بکنم در حد تحصیلات آکادمیک اطلاعات دارم، و به هر حال این زبان‌های مختلف مرتبط بود به اون زمینه مورد علاقه که مطالعه می‌کردم. عزیزم شما اگر چون خود رو خط رادیو هفته شما زبان انگلیسی رو به دوی 99% متونی که وجود داره رو به زبان انگلیسی دارن یا ترجمه کردن، بعد چی برید آلمانی یاد بگیرید، اسپانیایی یاد بگیرید، فرانسه یاد بگیرید؟ خب آخه ببینید دکتر، بگون ابزار فایده این کارا چیه؟ اون وقت تلف کردن آدم بیاد 1-2 سال عمرش بذاره یه زبان یاد بگیره بر ازش چیز استفاده نکنه. فرمایشتون متین است، ولی من 1-2 سال وقت نداشتم، یعنی من این شکلی نبود که 1 سال وقت بذارم زبان آلمانی رو. آخه عزیز من شما 38 سالتون هنوز مدرک دکتراتون رو نگرفتید، اونو نگرفتید ولی زبان میدونید؟ یا پزشکی خوندید؟ فایده پزشکی چیه؟ آدم مریض میشه میره دکتر. اگر نه من متوجه مسئله که مطرح میفهمید هستم، یاد گرفتن مطالب متفرقه وقتی از من تلف نکرده، یعنی باعث حتما کرده.
عزیزم دو تا دلیل داره. اولی که اون رشته بی خود من آدم پیر به پزشکی بخونه و هر بار مریض بشه دکتر یا بیاد زبان آلمانی یا مثلا فرانسه یا اسپانیایی یاد بگیره چه فایده ای داره براش؟ ولی بعدش جواب خیلی مشخصه، به قول معروف به این ریزالت نگاه کنید، به نتیجه نهایی چیه؟ 38 سالتون مدرک نداره. خب این که درست، این که درسم خیلی طول کشیده قبول دارم. خب پس به خاطر اینکه شما درسای دیگه خوندید عزیز. خب نه، من وقتی رو که دوستان صرف اصلا تفریح میکردن من به مطالعه سفر کردم. اشکالش چیه؟ اشکالش این است با درس خودتون فقط میخوندید و اونو تمام میکردید. حالا اگه وقت استراحت و تفریح باشه به هر حال ما تو طول روز یه چند ساعت رو به تفریح میتونیم وقت به اصطلاح صرف بکنیم. اصلا این حق بازی یعنی چی عزیز؟ که من به جایی که روزی 8 ساعت درس بخونم 12 ساعت نخونم، میگم اون 4 ساعت وقت تفریحمه، حالا میرم یه رشته بیخودی میخونم؟ چون باز داشتی درس وقتی که نه، آخه دلایلی که درس من یه خورده عقب افتاده که البته درستم میفرمایید چیزای دیگه هم بوده، یعنی من در حد روزی یکی دو ساعت. نه ببینید عزیز، نه من شما اگر بفرمایید که من اینجوری بودم تمام، ولی استدلال که میکنید قابل قبول. شما استدلالتون اینه که من 3 ساعت 4 ساعت در روز اوقات فراغت و استراحت و تفریحم اونو میرفتم آلمانی، انگلیسی، نمیدونم اسپانیولی، پزشکی، بی خود. یعنی اونجا من دقیقا میشنم شما چی میگید. شما یه آدمی هستید که فکر کنید ما اصلا نباید هیچ وقت استراحت و راحت و اینا داشته باشیم و بعدم بریم دنبال یه چیزایی مثل که پشت فرمون بشینیم یه مقدار این خیابون بریم بعد اون خیابون بریم بعد اون خیابون برگردیم، بعدم بگن چرا رفتی، بگم خب وقت آزادم بود و گفتن خب چرا نرفتید مثلا خونه برادرتون، میگید خب وقت آزاد که بود دیگه من نخواستم یه کاری بکنم یا درس بخونم. حالا اونا گذشته و رفته، الان مسئله ما دکتر دوسته تو در واقع یه مورد رو من فراموش کردم اضافه بکنم، شاید دونستنش کمک بکنه که شما پاسخ رو هم بدید یا اقاماتی که تو قسمت قبل مطرح کردید. من دو سه تا اشکال روانی دارم از جمله ADHD و یه خورده وسواس و قرص افسردگی هم داره و فکر میکنم اون ADHD هم در واقع موثر بوده توی اینکه یه مقدار عقب افتادم. خب خیلی ADHD عزیز، نه ADHD هم میشه معالجش کرد از طریق نورو فیدبک، هم میشه با مصرف دارو درست مانند عینکی که به چشم میزنیم به چشم بزنیم و بنابراین کمبود توجه و تمرکز ما یا بیش فعالیتی ما نقشی نداشته باشه. من چیزی که در شما میبینم ممکنه ADHD باشه، ممکنه افسردگی که مرتبط به ADHD باشه، ولی احتمال حالت منیک رو هم در شما میبینم، برای که با توجه به نوع حرفا یعنی حالت شیدایی و سرخوشی و ای بسا دو قطبی منیک دیپرشن باشه. من به دنبال تشخیص نرفتم، فقط خواستم ببینم شما یک چه کردید و چگونه استدلال میکنید اون زمانی که خودتون میخواید، من نخواستم، برای انتخاب هایی که کردید و کارهایی که کردید، ولی حالا اونا همه گذشته. بنابراین شما حرفتون این است که خب تشخیص رو یه متخصص رو شما داده و براش چه کردید؟ برای این فرض کنید ADHD تون چه کردید؟ آقای دکتر من حقیقتش خودم نمیدونستم که ممکن ADHD باشه تا اینکه به واسطه یه سردردی که از مصرف قرص سرترالین که برام قطعش کردم گرفته بودم مراجعه کردم به یه نوروتراپیست. برای من ایشون تست QEG انجام دادن و ADHD رو تشخیص دادن و یه مدت شروع کردم نوروتراپی رو، اما برای اینکه بتونم از قرص استفاده بکنم درخواست دادم، گفتم پزشک گفت که باید حتما اصطلاحاً معاینه بالینی انجام بشه. معاینه بالینی من فکر می‌کردم چیز درست حسابی باشه، ولی بعدم دیدم فقط یه تعداد سوال بود که تلفنی از من پرسیدن. توی معاینه بالینی قصدش یه مصاحبه است که میتونه حضوری باشه یا تلفنی؟ آره من نمی‌دونستم چه جوری است واقعا. توی اونایی که پرسیدن بلافاصله بعد از اینکه سوال آخر تموم شد و گفتن نایدیشتی نداری و من حدس می‌زنم دلیلشون این بود که توی تشخیص ADHD به این دلیل که ممکنه توی دانشگاه ازش سوء استفاده کنیم سختگیری کردن. با اون نوروتراپیست هم مشورت کردم، گفت که به نظر من ADHD هست. نه، از این کسی که نمیاد سوء استفاده ای نیست، آمدن پذیرفتن. اگر کسی ADHD داره معمولا اگر به دانشجوی دیگه 3 ساعت وقت میدن به اون 3 ساعت و نیم میدن که با توجه به وقتی که احتیاج داره آنچه که دانش
دانشش و آگاهیش هست رو نشون بده و نمره واقعی و عادلانش رو بگیره. نه کسی این رو فریب میدونه، نه کسی میخواد کسی رو آزار بده. بعدم این قاعده رو به این دلیل وضع کردن که منصفانه باشه و منصفانه هست. بعدم شما نمره خوب که بگیرید که شایسته و لیاقت رو دارید، چه ضرری برای دیگران داره؟ مسابقه‌ای در کار نیست. شما قرار که نمره A بگیرید، خب اگر بهتون وقت رو ندن C میشید، خب وقت بیشتر میدن، نشون میدید دانش رو دارید، A میگیرید. کی از این آسیب میبینه؟ هیچ کس. بنابراین اون توهمی که اون داده که شاید نمیخواستن این رو به شما بدن، تازه اون خودش مسیر خودش رو داره، باید نوشته بشه، باید پذیرفته بشه. حالا اونو بیاد باز ازش بگذاریم، چون الان باز ما رفتیم گرفتار تشخیص های مختلف شدیم. ولی اگر شما حرفتون این است که به این نتیجه از طریق QEG آمده که شما کمبود توجه و تمرکز ندارید یا بیش فعالیتی ندارید، اون نظر درستیه، برای که به مغز مرتبطه. ولی دارم. موضوع QEG گفت دارم، گفت ADHD شما دارید. بله بله، لایسنس سایکولوژیست هم بودن و اوکی بسیار خوب. پس بنابراین اون تصمیم درسته. خب حالا بعدش بله. خود ایشون که نه، ببینید باز لایسنس سایکولوژیست که نمیتونه همچین حرفی بزنه. این کار آره. کار این کار بودن در واقع. نه صبر کنید عزیز، بفهم ببخش. شما در کجا این تست رو دادید؟ یک نه در قسمی که امریکا بود، کانادا بود، ایران بود؟ نه کارتون کارتون ونکوور. در کانادا اگر یک کسی نورولوژیست نباشه که تست QEG نمیده. چرا؟ ایشون هستن دیگه، ایشون اصلا دکتراشون توی، حالا من این زمینه رو دقیقا مطلع نیستم از اسمش، ولی PhD نورولوژی دارن و به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن و نامه میدن. مثلا ایشون به پزشک من هم نامه دادن، تشخیصشون رو نوشتن. آخه نورولوژی معنیش مال کسی است که پزشک عزیز. نه ایشون پزشک نیستن. خب پس بنابراین پزشک نیستن، پس نورولوژیست نیستن. اینکه ممکنه کسی باشه که ترین شده باشه و من نمیدونم در کانادا میتونه تست QEG بده رو، ممکنه به عنوان یه تکنیشین دارن انجام میده. خب اون هست. اینم من نمیدونم. آره فقط گزارش 28 صفحه‌ای بود که دقیقاً مغز رو زونبندی کرده بودن و توضیح داده بودن این امواج اینجا کمه، این امواج اونجا زیاده. این احتمالا هست و بر اساس مصاحبه که با ایشون کردم تشخیص من ADHD هم. غیر از ADHD تشخیص دیگه هم داشتی؟ بله وسواس هم بود، افسردگی هم بود. ولی حالت OCD نبود. ولی مقصودتون از وسواس نه، یعنی OCD شما ممکنه نباشه، فقط OC باشه. اوکی خب حالا بیاد از اینا بگذاریم. اگر موضوع تشخیص از ایناست که به هر حال شما آزمایش ها رو دارید و اونا جواب رو به شما دادند، اگرم قرار معالجه است که هر کدوم از اینا راهش مشخص و معین. ولی حالا هرجور که دلتون خواد گفتگو رو شما ادامه بدید. در اصل منیک دیپرشن که فرمودین، من حقیقتش خودم این حس رو داشتم، به پزشکم به صلاح در میون گذاشتم، اما 3-4 نفر مختلف به من گفتن ما تشخیص اون دو قطبی نیست براتون، گفتن اپیزود دیپرشن نوسان میکنه، ولی وقتی که از دیپرشن در میای منیک نیستی. گرچه من خودم این احساس رو دارم، یعنی حس من همین بود. من 2 روانشناس و 2 نفر پزشک، گرچه هیچ وقت پیش روان پزشک برای این مورد نرفتم. اینم به هر حال گفتم حالا شاید اطلاعات پزشک قرار نیست که نظرش نظر تخصصی باشه. منم خواهشی که از پزشکم داشتم این بود که منو به یه سایکیاتریست روانپزشک ارجاع بدن. گفتن هر وقت لازم باشه بهت میگم. آخه ازم ببینید، چون شما باز رو خطر دیگه، برخی از این کشورها از جمله کانادا با توجه به بیمه دولتی این حرفا رو شما میشنوید. علتش هم این است که متاسفانه برخی از اوقات سلامت بیمار رو راه درست و زمانی که متاسفانه از دست بده رو فدای مسائل مالی و اقتصادی شرکت های بیمه میکنه. به همین جهت هست که فرض بفرمایید شما در برخی از نقاط اگر متخصص زنان هستید و تازه مادر رو و بچه رو در خطر ببینید، اگر بری روی سزاریان، تعداد این سزاریان های شما اگر از یادی بگذره بیمتون رو ممکن از دست بدید.
یعنی حرف این است که میخوایی مادر رو بکشی بکش، بچه رو هم کشتی کشتی، ولی نمیتونی مثلا از 10 تا کسی که بچه به این دنیا میاره بیشتر از 2 تا رو سی سیکشن بشه و بره اونجا. هستن متاسفانه. بله. علتی که اینو میگم، نه علتی که میگم نمیخوام بدبینی و نتیجه گیری منفی بدم، نه علتش این است که من و شما سلامتمون ارزش این داره که بریم $200-$300 بدیم به یه روانپزشک تشخیص رو بده خالص خودمون رو خلاص کنیم، منتظر 8 ماه نمونیم. حالا این بخش همین کار کردم دیگه، البته گرفتن وقت با روانپزشک حالا مستظر هستید، اینجا بیشتر از 6 ماه زمان میبره. من دلیل اصلی که پیش روانشناس نه شما عزیزم یعنی شما من میفرمایید مثلا در مونترال یا تورنتو یا ونکوور، این شهرهایی که من باش آشنا هستم، اگر شما دنبال یه روان پزشک خصوصی بری باز شما صبر کنید بهتون وقت بده. شش روزم حالا بیاد بگذارید. ببینید الان بحث ببینید به این بحث و گفتگوی من و شما تبدیل شده به یه مقدار اطلاعاتی که شما من میدید و چون این اطلاعات به نظر من دقیق و درست نیست در رو خط رادیو پخش میشه، من ناچار باید یه توضیحی بدم که کسی اون رو به عنوان واقعیت و به عنوان حرف نهایی قبول نکنه. نتیجتاً الان ما 20-25 دقیقه است، اصلا معلوم نیست کجایی و این اشوان دقیقاً نشون دهنده نسب کنیم، دقیقاً نشون دهنده حالت منی که شماست. ای میگی افسردگی هم دارید، برای که این پراکندگی و این جهت ادب جهت ها رو عوض کردن و یا مطالب متفاوت کرد، ولی اصلا بحث من اون نیست. بنابراین به من درباره آنچه که کردید و تشخیص دادند و گفتند و اینها لطفاً اونو بگذرونید، به من بگید الان موضوع شما، مسئله شما، مشکل شما، پرسش شما با همه اون چیزایی که شما هستید و میدونید چیه، بذارید تو اون زمینه با هم صحبت کنیم عزیز. بسیار خوب، چشم، ممنون از مطالبی که الان فرمودید. خدمتتون که عرض شد من گفتگوی شما رو با آقای دکتر نیری کامل در رابطه با وجود یا عدم وجود خالق شنیدن و مطالبی هم که به اصطلاح علم و شبه علم و بقیه مطالبی که شما آماده کردید من گوش دادم. یه سوالی که اول از شما داشتم این بود که یه کلیپی هست آقای دکتر جرالد شرودر، احتمالا میشناسید، یه دکتر فکر میکنم فیزیک کوانتوم هستن از MIT، یه کلیپ 15-20 دقیقه است در رابطه با اثبات فیزیکی احتمال وجود خدا. خواستم ببینم اینو شما اگر احیانا من نشنیدم، خبرم ندارم، نمیدونم، ولی هر کسی میخواد از مسیر علم خدا رو ثابت کنه معلومه تفاوت علم و فلسفه رو نمیدونه. اصلا خدا بحث علمی نیست، خدا رو ثابت نکردن، احتمال خدا رو اصلا معنی نمیده. نانسنس. ببینید عزیز، همینجا گیر من با شماست. شما سراغ یه کسایی دارید میرید که میتونه عقیده و نظرش باشه. جهان علم میگه من جهان واقعیتم و ماده ام و بحث من درباره جهان ماده است. علم یعنی درک واقعیات اشیا، هیچ ارتباطی به علت العلل. و اگر خدا ماده است، بله حرف ایشون درسته، ولی اگر خدا ماده نیست، بنابراین هیچ کسی نمیتونه خدا رو بگه به این دلایل حتی به نظر میرسه هست یا به اون دلایل به نظر میرسه که نیست. و شما که میفرمایید گفتگوی من رو شنیدید، من تمام حرفم این است که این حرف اصلا بحث علمی نیست. هیچ دانشگاهی هم نمیاد هیچ حتی یک دقیقه وقت صرف کنه که بگه ما با این پیشرفت‌های علمی به ویژه در جهت فیزیکی که شما میفرمایید، چه فیزیک نیوتنی باشه چه کوانتومی باشه، ما به اینجا رسیدیم که این احتمال خدا رو کم و زیاد کرد. عقیده شخصی و برداشت فردی ایشون رو میتونم بفهمم که دارن، مثل خود من که برداشت و دریافتایی دارم، ولی اگر کسی به من بگه یک نفر یک جا به اندازه 1% تونسته وجود خدا رو ثابت یا رد کنه، ما حاضر نیستم بشنوم، چون به نظر من مطلقاً معنایی نداره. آره منم با شما تو این مورد موافقم، یعنی مطالبی که شما فرمودین رو به نظر منم اصلا بحث من اون نیست عزیز من. عزیز من ببینید چرا شما دارید الان من رو باز میچرخونید. شما که اصلا بحثتون چیزای دیگه بود، شما سر مسئله کار و درستون بود، حالا اومدین به مسئله شما. از اول اگر هدفتون این بود که من اصلا بحثی ندارم، ولی پاسخ من رو لطفا بشنوید. از دنیای علم هیچ راهی به مسئله وجود خدا و نبودن خدا نداره و نیست، هیچ
یعنی اگر کسی من بگه وجود خدا راهی نیست، هیچ برای ردش هم نیست، برای که خدایی که خدایی که فرقی نمی کنه. علم عزیزم تئوری احتمالاته، همه چیز در جهان علم احتماله. وقتی شما اسید رو میریزید روی فرض کنید مس یا روی آهن، سولفاتی که مثلا با آهن میده همچنان احتماله. ببینید ما هیچ دلیلی برای اینکه خورشید از مشرق در میاد در جایی و میره به مغرب جز اینکه اتفاق افتاده نداریم. در تحلیل نهایی مسئله مشاهده حوادثه که وقتی تکرار میشه یه بار، صد هزار بار، صد میلیون بار، ما ازش میخوایم نتیجه بگیریم. هم کاریست که دارن در همه جای دنیا میکنن و علم دقیقا چیزی جز تئوری احتمالات نیست. بنابراین ولی اصلا اینکه احتمالی وجود برسن همینقدر که کسی بگه من حاضر هستم بشنم و مزیز. یعنی اگر شما من میفرمودید یا آقاییست که تازه من سرم هم نمیشه فیزیک کوانتوم، ولی این در این هر فرم میذاریم، بودم هیچ علاقهی به شنیدنش ندارم، هیچ. اصلا به هر شکلی که اصلا بخواد موضوع خدا رو تو بحث فیزیک وارد کنه، تو بحث فلسفی که بحث عقلیه رو میتونم بفهمم، ولی علمی نیست. یعنی مسئله نظام عقلی و استدلالی همون کاری که در طول تاریخ کردن. در تمام طول تاریخ هم فلاسفه بزرگ جهان که از 100 تا 99 تاشون فلاسفه الهی بودند و به خدا باور داشتند، یعنی از 100 تا فیلسوف برجسته جهان، غیر از یه دموکریت که نیست، فیلسوف الهی بودند، 7 تا توهم استدلال و اثبات وجود خدا را داشتند که تمام اینا وجود خدا رو ثابت نگرد. یعنی اینا در حقیقت دلایل رده. یه کسانی یه باورایی داشتن اومدن گفتن نه اینا اینجوری نیست، یعنی کسانی که گفتن خدا نیست گفتن نه این اینگونه است، ولی خودشون چیزی رو اثبات نکردن. لطفاً به این عرض من توجه کنید، خدایی که اثبات بشه دیگه خدا نیست، خدایی که رد بشه بحث راجع به خدا نیست. اصلا این پدیده در حوزه و حریم علم و واقعیت طبیعی جهان مادی نمیاد و به همین جهت است که شما الان به 5 تا 10 تا دانشگاه معتبر امریکا زنگ بزنید بگید من میخوام یه درسی رو بردارم، یه کلاسی رو برم که در جهت اثبات یا رد وجود خدا از نظر علمی در دانشگاه شما تدریس میشه، میگن همچی چیزی نیست. خب نیست. وقتی هاروارد نداره، استنفورد نداره، برکلی نداره، ام‌آی‌تی نداره، یعنی خب بنابراین وقتی همچی درسی نیست، بنابراین یه استادی نظر خودشو میتونه بگه، مثلا ایشون میتونه درباره همه موضوعا، درباره میکروب، درباره اتومبیل، درباره آسمان، درباره انسان، درباره مسائل روانشناسی، درباره خدا هر چی دلشون بخواد بفرمایند. حتما دارم میگم بله این هست که مطلبی که ایشون گفتن به تعبیر شما رد بوده به دوستانی که از لحاظ فیزیکی سعی میکردن عدم وجود اثبات بکنن. خب مثلا که هم کسی که وقتش خیلی خب بنابراین اگر چنینه که من نمیدونم، اگر تازه چنینه خودی وقتش رو تلف کرده، چیزی که پایه‌ای نداره ایشون کوشش کنه از طریق خودشون ردش بکنه، اونو متوجه هستم. بنابراین ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و شما من بگید درباره چه موضوع. اگر فکر کنید موضوع شما بحث خدا بود که تمام شده خدافظی کنیم، مجبور میره شما. نه اگر بشه در خدمت شما باشم ممنون میشم. روی خط باشید لطفا. من به اصطلاح مطالعه که تو دانشگاه استنفورد راجع به خواب انجام شده در جریانش هستم، گفتگوهای شما رو هم در رابطه با خواب و رویا شنیدم و اون به عنوان مثال مطلبی که تو مرز اتفاق میفته باعث دیجابو میشه و مطالعه مختلفش رو هم کمی اطلاع دارم. گفتگوهایی که شما داشتید با دوستان به عنوان مثال کسی که خوابی دیده بود که 10 سال بعد رخ داده بود و استدلال درست شما این بود که چیزی که اصلا وجود نداره که ما نمیتونیم ببینیم، اینا رو کاملا در جریانم. حالا کامل نمیتونم بگم در جریان، اما یه سوالی که دارم، اگر کسی به عنوان فرزند الان خوابی رو ببینه که جایی رخ داده، این استدلال شما چی میتونه باشه؟ اشکال از کجاست یا برداشت چی میتونه باشه؟ نه نفهمیدم یعنی چی عزیز. به عنوان مثال بذار من مثال خودم رو عرض بکنم. من اصلا آدم خرافی نیستم، یعنی اعتقادات این شکلی ندارم، ولی چند تا مورد برام پیش اومده، من توی تفسیرش موندم. مثلا من خواب دیدم که مادر یکی از دوستانم فوت شده در حالی که ایشون سالم بودن.
بیدار شدم، تماسی گرفتم، احوال پرسی کردم و بعد دیدم که این اتفاق افتاده. دو سه تا، بیشتر دو سه تا، چند تا مورد این شکلی بوده که من توی تفسیرش موندم. احتمالاً دو تا مسئله وجود داره. یکی اینه که گفتم تردیدی در دنیای علم راجبش هست، برای که اوایلی کمی پذیرفته بودن بعد رد کردن، که برخی از اوقات یه توان و نیروی در انسان هست که گذشته و حال آینده و مفهوم زمان براش معنا نداره، بنابراین چیزی که مربوط به آینده هست رو میبینه. یعنی من یه خوابی میبینم که من برخی از اوقات سر کنفرانس ها میگم وارد یه کنفرانس من شدم و شما رو دیدم، یعنی آنچه که شما هستید رو دیدم، و چون مثلا 100 نفرید یا 500 نفرید با این لباس با این آرایش به گونه‌ای که نشستید و و و، هرگز از نظر احتمالات قابل قبول نیست که اینا تصادفی باشه. پس من واقعا اینجا رو دیدم، ولی بعد مطالعات نشون داد که نه، این واقعیت نداره. من فقط کاری که میکنم اولین عکسی که، چون در یه ثانیه 18 تا عکس میگیرم، در اولین عکسی که از این جمعیت میگیرم با سرعت خودشو میرسونه به حافظه و مسیری که باید کمی طی کنه، حداقل از 5 و 7 مرحله بگذره رو نمیگذرونه و میره اونجا میشینه. حالا به عنوان حافظه من نتیجتا دومی رو که عکس میفرستم میگم خب من اینجا قبلا بودم، و با یه همچین توضیح و توجیه موضوع خوابی که من ببینم و بعدا عینا اتفاق بیفته رو منتفی کردن. یعنی گفتم این چیزی بود که من باش آشنا هستم. و بعدم اشکال کار نظام عقلی افراد اینه که 100 دفعه خواب میبینن اتفاق نمیفته، یه دفعه خواب میبینن یکی از خواباشون اتفاق میفته، اونو میگیرن بقیه رو نمیگیرن، و این مشخصه انسان، یعنی مشخصه انسان هست که به دلیل اینکه میخواد جهان رو برای خودش معنیدار کنه و در این حال میخواد پاسخ همه چیز رو پیدا کنه، اون 100 باری که خواب دیده، چیزای مختلف خواب دیده، اتفاق نیفتاده. که میدونیم فراوون هم خواب میبینه انسان، در یه شب 5 دفعه اقلا خواب میبینه و معمولا میشه تا 500 تا 1000 صفحه خواب رو نوشت اگر بخوایم. نتیجتا تو درش ده ها و صد ها موضوعه، چون 1000 دفعه اتفاق افتاده، 5000 دفعه اتفاق افتاده، ولی چون چیزی نشده ما اونو گوشیم که یه دفعه که شده انجام میدیم. بنابراین اگر شما مدعی این هستید که من خوابایی میبینم که بعدا اتفاق میفته، من حرفم به شما این است که اگر عین که از قبل گفتید و در نتیجه میبینید که با اون بسیار توضیح قبلی مشخص میشه، اگر نه شما همطور که خودتون گفتید خواب دیدید که یک کسی فوت کرده، صحیح و سالم هم بوده، بعد زنگ میزنید ببینید فوت کرده، احتمالش هست، ولی اونم کاملا میشه گفت احتمالیست. ولی اینکه شما بگید برای من 50 دفعه یا 500 دفعه اتفاق افتاده، اگر یه همچین ادعایی دارید به همین دانشگاه استنفورد مراجعه کنید، و این چون دیدم که بوده مطالعات که آدمایی که این ادعا رو داشتن آوردن گفتن خیلی خوب تو هر وقت یه چیزی خواب دیدی به ما بگو ببینیم بعد اتفاق میفته یا نه، و بعد تمام اونا مشخص شده که نه نیفتاد. یعنی فرض کنید کسی مثل شما اومده گفته من اینجوری خوابایی میبینم بعد اتفاق میفته، گفتن پس بنابراین تو هر روز یا هر زمانی که بیدار شدی و خواب دیدی به این مرکز تلفن میکنی و این خوابت رو میگذاری تا ما ببینیم اتفاق میفته یا نه. تقریبا همه اینا که داوطلب این کار شدن، یه مدت این وضعیت ادامه داشت، همه جواب رسید که نبی خود میگه و کنار گذاشته شد. خدمتتون که بخوام بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که ببینید من خواب زیاد میبینم، بعد توی اون تست QEG هم دلیلش رو به من گفتن فلان، حالا موجب به تای مغز مثلا کمه یا زیاده باعث میشه. توی خوابایی که میبینم خب خیلی هاشم یادم میمونه، یعنی که خوابم به اصطلاح سبک هست، ولی تک و توکی خوابی رو میبینم که احساس میکنم، یعنی الان مثلا میتونم بگم 8-9 تا مورد رو دارم که بعد پیگیری کردم دیدم این اتفاق افتاده که چیز خاصم بوده، و مطالعه برای همین کردم ببینم داستان سر چی بوده. اونایی رو که احساس نمیدونم چجوری، احساس میکردم که با اون خواب قبلی یه خورده تفاوت داره، پیگیری کردم دیدم مثلا دیروزش، پیروزش، هفته گذشتهش این اتفاق افتاده. اوکی. یه صحبتی هم شما با یکی از دوستان من چند ماه پیش شنیدم داشتید میکردید،
در اصل همین خواب بود اگر اشتباه نکنم، حالا دقیق نمیدونم درست بگم یا نه. فرمودید اگر کسی تجربه های مشابه یا متفاوت داشته براتون نمیاد تماس بگیرن یا صحبتی با شما داشته باشن. من از اون موقع تلاش میکردم تماس بگیرم. بعد حالا یه مورد دیگه هم اگر اینجا مطلبی ندارید که بنده بفرمایید، یه مورد دیگه هم هست میخوام سریع مطرح بکنم ببینم نظرتون چیه. نه اولا من نفهمیدم قسمت قبلی، من عرضم این بوده اگر یه کسی چنین حالاتی رو داره، چون چند نفری بودن که گفتن، ولی گفتم شما این همون کاری که دانشگاه کرد، شما وقتی خواب میبینید من به شما تلفن دفتر رادیو همراه زنگ میزنید، شاید 12:12 گرچه همکاران من جواب ممکنه بدن و بیدارشون کنین، ولی امیدوارم تلفن رو خاموش کرده باشن، برای که تلفن به یک اعتبار 24 ساعت است. حرف این است که من الان خواب دیدم که مثلا خانم یا آقای فلان در فلان تصادف در تهران بوده، چون باید یه ذره دقیق باشه، کلی که نمیشه باشه، برای که اون گفتم هزاران خواب ما میبینیم که انجام نمیشه، و بعد تعداد اینا رو ببینیم چند تا میشه، که شما الان هم خودتون اشاره به تعدادی کردید، تنها کاریست که میشه کرد. ولی من فکر میکنم که هیچ دلیلی برای که همچی چیزی نیروی وجود داشته باشه. ببینید عزیز، شما یه آدمی رو میبینید با یه کت و شلوار، خب این آدمی که شما الان دارید میبینید با کت و شلوار، ای بسا پشمی که الان فرض کنید در این کت و شلوار این آدم هست، پشم یه گوسفندیست یه جای دنیا که هنوز اون گوسفند اصلا به وجود نیومده که پشمش باشه و بیاد و حالا در یه چیزی خودشو نشون بده. یعنی ما با این فرض داریم زندگی میکنیم که یه چیزی ابتدا مثلا آب گرم میشه، بعد از یه مدتی ما میبینیم درجه حرارت آمد که گرمش کنه. خب این اتفاق نمیفته، یعنی رابطه علت و معلولی جهان خیلی مشخص و معینه، و حتی پیاژه نشون میده که از 8 ماهگی در کودک توانایی این تشخیص یا 8-9 ماهگی یا 10 ماهگی دیگه حتما داره، یعنی اینا رو میشناسیم. ولی خب شما الان حرفتون این است که یه چیزی ابتدا معلول، یعنی فرض کنید در یه مسابقه یه کسی یه سال دیگه گل میزنه که اصلا ای بسا گفتم اون لباس و اون توپ اصلا هنوز به وجود نیومده، یه سال قبل ما اونو ازش خبر داریم و میبینیم، چیزی که وجود نداره رو ما در ذهن و خیالمون متوجه میشیم. گفتم این مطالعات که نبود، عرض من این هست که رخ داده قبلا. من میتونم یه مثال دیگه بزنم، مثلا خواب دیدم که یکی از دوستان من از ناحیه پا بدجور آسیب دیده، اصلا یه شمایل بدجور خونالودی تو خواب بود، دوستی که 8-9 سال باش ارتباط نداشتم، فراش باش تماس گرفتم، گفت من پریروز زانوم عمل کردم به خاطر اینکه تصادف کرده بودم. یعنی چیزی که از گذشته اتفاق افتاده، نه اینکه مثلا پیش بینی بکنم در آینده و اینا. تعدادش هم زیاد نبود البته، مثلا 8-9 تا شاید دیگه بود که یادم میاد. به هر حال من فکر میکنم که چون روی اینا کار کردند و گفتن حرفی است که با واقعیت ها نمیخونم و در چارچوب احتمالات جواب داره، منم نظری بیش از اون ندارم. ولی اگر شما دلتون خواست هر زمانی که یه خوابی برای آینده دیدید، نه برای گذشته، آینده دیدید، به دفتر رادیو زنگ بزنید، کوتاه خلاصش رو بفرمایید، ببینیم چند تا از اینا ظرف 1-2 سال آینده پیدا میشه که بعدن با واقعیت ها بخونه و با هم راجع بهش صحبت کنیم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای دکتر یه سوال کوچیکی در حد یه جمله اگه اشکال نداشته جان بفرمایید. در رابطه با معجزه جایی من خوندم که معجزه‌ای که پیامبرا می آوردن، خب شما فرمایشتون متین هست که قوانین حاکم بر طبیعت نمیشکن، عوض هم هیچ وقت نشد، اما جایی من خوندم که چیزی که به عنوان معجزه ارائه میدادن، حالا راست یا دروغش رو کار ندارم، اینکه واقعا فرستاده یه خالق بودن کار ندارم، ولی در قالب قوانین جاری حاکم بر طبیعت بوده که هنوز کشف نشده. نه این پرت و پلا رو نگید، پس این پرت و پلا نگید عزیز من، اون کسانی که بیمعنی است، معجزه چیزیست بهش تحدی میکنن، اتفاق افتاده دلیل اثبات حقانیتشونه، نه تو کتاب های معتبر مذهبی، نه تو تورات، نه تو انجیل، نه تو قرآن، اصلا حرف و بحثش نیست. و اینا همه چون بجوری دادن مردم بوده، چیزی اصلا همچی حرفی نزدن عزیز من، داستان این نیست، داستان فریب دادن نیست. شما یه دنیای عجیب غریب برای خود ساختی و بقیه حرفام زیر سوال میره. حضرت مسیح تو انجیل میگه شما رو که در گناهان مرده بودی زنده کرد، شما که نابینا بودی زنده شد. شما در قرآن بیش از 100 آیه دارید که معجزه رو رد میکنه، برید بخونید با دقت.
و بعد اتفاق نیفتاده، چیزی ثابت نشده، نتیجه گرفته نشده، مردم به خاطر اون ایمان نیاوردن، معجزه کردن ولی چیزی رو ثابت کنن، ولی کجا ثابت شده؟ قصه‌های دیگر رو هم دقیقاً میدونیم که چه است. بنابراین شما بحث الان معجزه و خدا و خواب و روح و دو تا مدرک دانشگاهی و دکترا و همین اینا، یه ذهن پریشان به هم ریخته ای داری عزیز. یه کمی از اون بابت کمک بگیر. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باش.